آرامش یعنی قایق زندگیت را به دست کسی بسپاری که صاحب آرامش ساحل است خدایا صدایت می کنم چون در این دنیا دیگر صدایی به صدایی نمیرسد اما تو شنوای به توکل نام عظمت یا سمیع و یا بسیر باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نبی بانگ از آن خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما یا منتظر است مون سو ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا بسپاریم بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی المهدی و علی آبای سلام بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی به تو لباس علیه السلام امیدوارم که حالتون خوب باشه ایام به کامتون باشه و این ماه رجب ماه مولا امیر علی علیه السلام رو به خوبی سپری کرده باشیم ولادت مولا رو پشت سر گذاشتیم و در ایامی هستیم که سال روز فتح خیبر به دستان مبارک آقا امیر علی, علی علیه السلام هست این ایام رو خدمت شما عزیزان ارز شاد باش دارم به حق مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هر حاجتی که دارید برآورده به خیر بشه و زیر سایه اون حضرت هممون خوشبخت و سعادتمند و حاجت روا بشیم انشاءالله بس اجازه بدید به همین بهونه دعوتتون کنم به شنیدن یک حدیث زیبا از آقا امیر که داشتم میخوندم پسندیدم که برای شما عزیزان هم بیام و این روایت رو بخونم که مولا امیر المومنین آن که میان خود و خدا را اصلاح کند خدا میان او و مردم را اصلاح می کند و آن که کار آخرت خود را درست کند خدا کار دنیای او را سامان می دهد. و آن که او را از خود بر خیشتن واعظی است خدا نیز بر او حافظی می باشد بسیار روایت زیبایی بود یعنی اینکه بین خودت و خدای خودت رو اصلاح کن اگر دنبال اینی که بین مردم عزیز بشی بین مردم یه کار درستی رو انجام بدی در پیش چشم مردم صالح و آدمی باشی که همه قبولت داشته باشن یک چیز ساده رو اگر میخوای اول با خدای خودت در میون بذار برای خدای خودت اونجوری باش که دوست داری در بین مردم باشی چون اوست که همه چیز رو میپسنده اوست که صلاح و غیر صلاح من و شما رو میدونه تمامی ذرات عالم تمامی کار من و شما به دست ایزد منانی هست که مولا امیر المومنین فرمودم اگر خواهی بین خودت و خدای خودت اصلاح بشه خدا میان او و مردم را اصلاح کند امیدوارم که به حق آقا امیر علی علیه السلام بتونیم آنگونه زندگی کنیم ته حرف یک نام نیک و چیزی برامون بمونه که همه به نیکی از ما یاد کنن و خدایی نکرده کسی نباشیم که وقتی از دنیا رفتیم همه یک نفس راحتی بکشن انشاءالله هممون به حق آقا امیر علی علیه السلام عاقبت به خیر بشیم دعوتتون میکنم تا امروز هم با برنامه خودتون بر بال ملائک همراه باشید بخشایی رو تقدیم حضورتون خواهیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوب خب قبول باشه آیاتی رو که تلاوت کردید و مثل همیشه باز بپردازیم و ببینیم در این آیاتی که توی این صفحه اومده و شما از آن تلاوت کردید و منور شدید به قرائت اون خداوند منان پیرامون چه موضوعاتی سخن گفتن و چه چیزی رو میخوان برای ما بیان بدانن در اینجا هستی سرچشمه و منبعی دارد که در اختیار خدا هست و تنها بخشی از آن به دست ما میرسد که ما از آن آگاهیم و این رو بدونیم چیزی در هستی بدون اندازه معین آفریده نشده است خزائن الهی متحدد و نزول رحمت او تدریجی میباشد یعنی به اندازه ظرفیت ما خداوند چیز رو در اختیار ما قرار میده خزائن الهی دائمی هستند زیرا هرچه که بخواهیم سرچشمه است نزد خداوند منان است داشتن چیزی دلیل بر مصرف کردن نیست بلکه در مصرف باید حکمت و ظرفیت و دهها نکته دیگر رو در نظر گرفت و موضوعات دیگهری که در این صفحه اومده در مورد مرگ و حیات هستش مرگ و حیات تنها به دست خداوند است همه رفتنیاند پس سزاوار است که با عمل خود ارث خوبی را برای وارثان حقیقی خود به جا بگذاریم زمان در علم خداوند اثری ندارد علم او به گذشته و حال و آینده یکسان می باشد برپایی رستاخیز کیفر و پاداش دادن از شعون ربوبیت الهی می باشد تنها دلیل رستاخیز حکمت خداست اگر ذرات خاک، غذا، نطفه و همه اینها با مرگ دوباره به خاک تبدیل شود و حساب و کتابی در کار نباشد این کار حکیمانه نیست. پس خیلی راحت میتونیم به حکیم بودن خداوند به همین موضوع پی ببریم که ما می میرویم، جسممون به خاک تبدیل میشه و باز به دنیا میاییم. این یعنی حکیم بودن و صفت حکیمانه خداوند منان و آخرین نکته این که در قیامت قدیم و جدید همه با هم محشور می شوند. خداوند بر عمل کرده همه و آثار و نیات هر فرد آگاهی کامل دارد انشاءالله که بتونی با استفاده از رهنمود های قرآن راه عاقبت به خیر رو بپیماییم و به راه سعادتی که ابدی و جاودانه هست برسیم. یک بخشی رو تقدیم حضورتون کنیم و بعد از هجر تو بیقرار بودن تا کی مولای من یا صاحب از زمان از هجر تو بیقرار بودن تا کی بازیچه روزگار بودن تا کی ترسم که چراغ عمر خاموش گردد دور از تو به انتظار بودن تا کی ما را به خدمتت رسیدن سخت است دیدن همه را تو را ندیدن سخت است بار غم تو به جان کشیدن آسان از دشمن تو تنه شنیدن سخت است یا صاحب از زمان آقا جان چشمانمون و زندگیامون تنها به امید یک و اون صبح ظهوری که صدای زیبای ان المهدی شما رو بشنویم و به تمام کسانی که به ما تنه زدن انقدر انتظار کشیدید که آقاتون کجاست نشون بدیم که ما صاحب داریم صاحب ما آمد تا عدالت رو در دنیا برقرار کنیم پس به امید اون روز دست بر دعا برداریم و همه با هم یک نوا اللهم عجل همه شما بینندگان عزیز و ارجمند امیدوارم که تا اینجا برنامه از بخشهایی که تقدیمتون شد لذت کافی رو برده باشید سه شنبه هست و سه شنبه ها دل هامون جمع کرانی میشه همه با هم الان دعای سلامتی حضرت رو تلاوت کردیم با هم دیگه دعا خوندیم برای سلامتی یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی مود اجلال الله تعالی فرجه شریف امیدوارم که به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها به زودی زود خداوند منت بر سر ما بذارم و فرج حضرت رو نزدیک کنم تا انشاءالله بیام و اون ادالتی که قرار هست بیاد در جامعه و در کل دنیا تسلط پیدا کنه اون زندگی زیبایی که حالا از بیان کارشناسان محترم برنامه زیاد میشنوید که پس از ظهور چه زندگی شیرینی قراره باشه اون دین اصلی که به دست ما خواهد رسید و تموم این شیرینیایی که ما خواهیم بعد از ظهور چشید رو به زودی زود بچشیم و ببینیم و این تحقق نخواهد یافت مگر با ظهور حضرت انشاءالله که به زودی زود اون اتفاق بیفته و صدای انل محدی و انبقیت الله امام زمان رو بشنویم و باشیم و ببینیم انشاءالله خیلی هاتون دقدقه اینو دارید که چطور یار امام زمان باشیم. چطور چه کار میتونیم انجام بدیم برای یاری رساندن به امام زمان به همین جهت ما بخش کارشناسی برنامهمون رو یک قسمتش رو به همین موضوع پرداختیم و در استاد گرانقدر حاج آقای حیدری بزرگوار سادات بزرگوار دعوت میکنیم هر هفته میان و بخش هایی رو به ما میگن که بریم و ادامه مبحث رو امروز از لسان مبارک ایشون بشنویم و صفا کنیم سلام خیلی خوش اومدید در خدمتتون هستیم علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم بند هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان اهل بیت خصوصا بینندگان شبکی جهانی بتون عباس ان الله که نگاه خاص امام زمان شامل حالشون ان شاء الله ان الله توی حالا بحثایی که اگر مردم دیده باشن یا اگر ندیدید حتما من هر هفته میگم پیشنهاد میکنم برید آپارات برنامه, برنامه بربال ملائکه بزنید و بحث های سه شنبه های ما رو ببینید که پیرامون راه های یاری امام زمانه طولش ندم رسیدیم به بحث حفظ دین که چندین زیر شاخه و مجموعه داشت که دو سه هفته ای رو اگر اشتباه نکنم به بحث شیرین و زیبایی تقوا پرداختیم و فکر کنم تموم شد هفته گذشته بحث تقوا بفرمایید که این هفته در مورد چه چیزی میخواد برای ما بفرمایید در مطلبی که عرض کردیم به عنوان یاری امام زمان صلوات الله علیه عنوان کلی حفظ دین رو مطرح کردیم بله از راه های یاری امام زمان سلام الله علیه اینه که ما دینمون رو حفظ کنیم. حالا دیگه چجوری حفظ کنیم دینمون رو؟ چند قدم برای حفظ داشت. دین بیان کردیم و تقوا رو گفتیم یکی از راه های حفظ دین استقامت و پایداری. کلا بحث استقامت در دین یک بحث کلیدی شما وقتی یک عقیده صحیحی را پیدا کردید باید پاش وایسی محکم محکم بیست حالا ممکنه سر راه شما مشکلاتی بیاد بله. جبیه. ممکنه سختی ها ببینید ممکنه اتفاقات ناگوار براتون پیش بیاد ولی در اون مسیری که از حقیقت پیدا کردید باید استقامت کنید توی عالم خیلی ها بودن تو این کار کرد و چه در عقیده باطل گاهی یک شخصی عقیده باطلی داشته ولی استقامت کرد و اونو در دنیا مطرح کرد یا کسی عقیده حقی داشت درست شما نگاه کنید اگر پیانبر خدا صلی الله علیه و آله با دو تا فحش و دو تا ناسزا و دو تا سختگیری های اقوام مکه می اومدن دست میکشیدن از هدفشون هیچ وقت دین به اینجا نمیرسه پیامبر استقامت کرد انبیا در راه دین ابتدا از خودشون استقامت کرد و این استقامت رو هم یاد کی میدادن پیروانشون که استقامت داشته باشن پای اون دین پای اون حرف حق بیستن این یکی از مهمترین ابزارهای یاری امام زمان صلوات الله علیه من اینکه میخوام فکر کنم که چجوری میتونم امام زمان رو یاری کنم به چه شکلی میتونم امام زمان رو یاری کنم باید گزینه استقامت و پایداری در دین را در خودم تقویت کنم تا دینم محفوظ بمان درست خب حالا استقامت یعنی چه؟ امام حسن عسکری صلی الله در توضیح کلمه استقامت نفهمد لم یعدل الى من الباطل حق رو پیدا کرده دیگه از حق عدول نمی کند به چیزی از باطل در این راه قدمش ثابت هست ما شاید در زیارت عاشورا چقدر اینو داریم چند جای زیارت عاشورا میگیم خدایا به من قدم صدق بده من ثابت نگه دار. با اهل بیت نزد اهل بیت در راه اهل بیت من ان یثبتنی تثبیت کن برای من قدم صدق بله. عندک مع عن الحسین نزد تو نزد دینت با امام حسین صلوات الله علیه که او هم استقامت کرد پای دین و ایسا فهم. که دین از بین نره درست شد مردم امامشون رو بشناسن درست وگرنه مردم فکر میکردن امامشون کیه؟ یزیده مردم فکر میکردن امامشون معاویه است باید امیر المومین صلوات الله علیه در جره معاویه بیسته باید حق رو بیان کنه باید دین رو برسانه این یک مطلب خیلی مهم خدام تو قرآن فهموده اللو استقام على الطریقه لاس قیناهم ما انغدقا اونایی که در راه یاری دین در راه یاری اه اه اهل بیت استقامت میکنن ما براشون آبه سرشار نازل میکنم حیات به آب بستیم و در روایات امام به آب تشبیه شده ماع عذب ماع فرات آب شیرین آب جوارا امام معصوم هست درست شد و خدا بارها به با این مطلب تو روایات اهل بیت صروات الله علیهو اجمعین اشاره کرده خدا میفرماد اگر استقامت کنیم صبر کنی پایداری داشته باشی در دوران غیبت امام زمان صلوات الله علیه با این اوضاعی که بر علیه دین درست کردن که چوب بخورد دینداران حالا یا از جانب خود دینداران یا از جانب دشمنان دینداران تو مستقیم باش در راه تو استقامت کن در این راه مستقیم به زودی اون آب سرشار گوارایی که تشنگی تو را برطرف کند اون حجت خدا ظهور میکنه شوش. اون راه مستقیم خدا به زودی خودش رو نشون میده و شما که استقامت کردید شما اید که اما اون کسی که باطل رو انتخاب کرد یه مدتی دیندار بود دین کنار گذاشت یه مدتی در راه اهل بیت بود بعد کنار گذاشت یه مدتی معتقد بود زیارت میرفت بعد گفت خبری نشد یعنی غیبت این امتحان غیبت شدیده سخته یعنی اونقدر طولانی میشه که میگن بعضی میگن هلک اون اون ه... از دنیا رفته بعضی میگن به ای وادن سلک کیف ما بالو ولی الامر لا یظهر چرا برای چی چه اتفاق افتاده چرا ما میگیم ظهور میکنه و قد امتلأت الارض من الظلم والجور زمین پر از ظلم شده پر از جور شده یعنی یه جوری خودت از دست ندی که این تلاطم دریای پر تلاتومه. آخر زمان سبب بشود که تو از راه اهل بید جدا بشی یا شک کن یا انحراف پیدا بکنی یا میل کنی به چی؟ به جانب دشمنان اهل بید خیلی سخت حالا ما یه روایتی داریم که از روایات زمان غیبت به انتظار هست این مطلب رو خیلی توجه کرد مثلا امام حسن عسکری صلوات الله علیه میفرماید والله لا یغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه به خدا قسم غیبتی میکند که نجات پیدا نمی کند از اون غیبت از هلاک مگر کسی که ثبته الله عز وجل علی القول به امامت خدا او را بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه یعنی هم ثابت قدم مونده امامتش امام زمان صلوات الله علیه رو تغییر و تبدیل نکرده هم داره دعا میکند چون چیه امید داره. داره چون عقیده داره چون با علم وایساد پا امام زمانش صلوات الله علیه دعا میکنه برای چی تعجیل فرج اللهم اجعل جل وليك الفرج تو قنوت میگه اللهم عجل لي نیکل الفرج تو سجده میگه اللهم عجل لي نیکل الفرج ها سر کار میگه اللهم عجل لي نیکل الفرج زندگی و وقتش رو خرج امام زمان همه زندگیش گذاشته برای چی امام زمان ثابت وایسته دیگه آقا امام زمان بیاد محکم ها محکم نه اینکه شلو و صفت باشد و نمیدونم آره دعا کنیم بیا آره چه فایده شد ما این برن. همه دعا کردیم پس چی شد الان چل سال از عمرم گذشت پس نیمت امام میذارم ما که پیر شدیم دیگه چه فایده داره میخواد این کار بیاد دیگه حرف های ائمه هم زیر پا میذاره حالا حرفم بله. جالب نیست ولی یه چیز حقیقتیه که بالاخره همه اهل از پیامبر گرامی اسلام حتی انبیای قدیم هم در مورد موعود حرف زدن الان با این حرف همه چی رو زیر پا میذاره بله دقیقاً لازم این جوریه حالا قصه اون شخص عطار هم قشنگ هست که این همینجور رفتار میکرد و خدا صح. همیشه به یاد امام زمان بود صلوات الله علیه یه حال خوشی داشت ذکر حضرت رو میگفت و صبح هم پا شده بود و یا شب این ها ریخته بود تو قالبا گذاشته بود که آفتاب بزنه خشک بشه و بعد از طرف امام زمان صلوات الله علیه اومدن گفتن بیا تا بریم تو به حضرت برسی حضرت اجازه داد خوشحال شد خوش آمد رفت خب تیل عرض بود عبور کردن قدمی برداشتن بیابان و صحرا و جنگل رو رسیدن به دریا و یه دفعه ابر آمد و بارندگی اومد اینا رو آب حرکت میکردن گفت فکرت را متوجه امام زمان کن بسم الله بگو رو آب بیا. این هم همینجور هی میگفی صاحب زمان رو میومد رو آب وسط اسناع راه باران آمد باران شدید آمد و یه دفعه گفت ای داد بیداد صابونام <applause> صابونا که رو مغازه پهن کرده بود برای اینکه خوش میشه ای حالا بارون خرابشون میکنه یه دفعه رفت تو دستش گرفتن این شخصی که معمول بود از طرف حسن اینو آورد بالا و فکر تو در راه امام زمان قرار بده درست شد بعد رفتن رسیدن محضر حضرتو اجازه خواستن صدای حضرت شهید که رهاش کنید بده ها رجلان صابونی این بند صابون صابوناشو بر ما ترجیح میده یعنی چه؟ یعنی میخوام بگم اطراف من در دنیا یه جوری هست سختی هایی هست یه جوریش هست لذت هایی هست از دنیا که من میخوام دنبال دنیا برم حالا دست و پام بسته است اگر من معتقد به امام زمانم و اینها نمیتونم به اونجا برسم و و و این سبب میشه اگر من اعتقادم درست و سخوندار نباشم بلغزم این از یاد امام زمانم، از فکر بله. امام زمانم، از اینکه که دنبال امام زمانم باشم، از دعای برا فرج امام زمانم، از ثابت قدم موندن برای عقیده ای که برای امام زمانم دارم. به خاطر چهار تا زرق و برق دنیا یادم بره من کیم، کجا من از شیعیان آخر زمانم، من برای امام زمان خلق شدم، برای یاری حضرت من خلق نشدم بخورم، بیا شامم و کلبه هائم باشم در دنیا، حیارا، حیرت گردان از اینجا به اینجا آخرم می با ناگهان با اینکه برابط مرد من اینجوری نیستم من باید برای امام زمان باشم خلق من برای اوست حالا بازم این مطلب نکته ای داره که ارز بکنیم انشالله اجازه بدید پس میان برنامه رو تقدیم بینن نگاه کنیم و برگردیم با ما همراه باشید با بحث زیبای استقامت بعد از یک میان برنامه آه ممنونم از شما خوبان که تا اینجا برنامه با ما همراه هستید و امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید از بخشایی که تقدیم شما عزیزان شد و چیزی داره نمونده تا از آن به افاق کربلای معلا اما ادامه بحث رو بشنویم از لسان سید بزرگوار حاج آقا حیدری در خدمتتون بله خب یکی از معنای استقامت اینه که عرض شد عدول نکند به سوی باطل گاهی در عقیده حق خیلی بودن تردید میکردن برای مثال این در میان ائمه اهل بیت خیلی اتفاق افتاده شیعیانشون رو استقامتشون رو چکار می میکردن؟ امتحان میکردن مثلا امام رضا صلوات الله علیه امام هشتم شیعه است درست درست شد امام قطعا باید خلف داشته باشه یعنی فرزند داشته باشه اما میبینیم که چی؟ امام رضا تا حدود سن پنجاه سالگی فرزند نداره شیعه ها میبینن ای حضرت سنشون پنجه سالگی بچه نداره از اون طرف واقفیه دارن تبلیغ میکنن که امام رضا علیه السلام امام نیست اگه امامه بچه هاش پسر بچه نداره کار به حدی سخت شد که بعضی از شیعه ها برگشتن رفتن واقفی شدن. بعضی اونایی که خیلی مستقیم بودند و استقامت داشتن دیگه داشتن تردید میکردن میمدن پیش حسد آقا چیکار کنه؟ اینا اینجوری دارن میگن حضرت حضرت صبر به زودی خیر و مولود به دنیا میاد و اون حضرت جواد الائمه سلام الله علی. خیر و مولود مولودی با برکت تر از حضرت جواد فهمودن در اسلام به دنیا نیاد چرا؟ چون به واسطه اون شبهات برطرف شد درست خب این چرا امام رضا صلوات الله علیه باید اینقدر تأخیر بشه در ولادت امام جواد؟ استقامت باید امتحان بشه استقامتی که از چیزهایی است که ما در اون امتحان میشه یکی از حکمت های غیبت امام زمان همینه اینقدر طولانی میشه تا اونایی که در دین استقامت دارن از اونایی که دینشون باد هواس همه جن رعای یمینون مع کل ریح مثل خلاصه با هر بادی از هر وز وزن میل میکنن هر صدایی یه جایی بلند بشه دنبال اون میرن فرق اینا باید مشخص بشه غربال بشه غربال بشه لذا استقامت در دین پیامبرم صلوات الله علیه اینو میفهمودن شاید همین ایام بوده که جریان جنگ خیبر بله بله که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز اول پرچم رو دادن به ابوبکر گفتن یا فتح میکنین یا بر نمیگردی عبارت اینجوری در بعض روایات حضرت میفهمون که فتح میکنین یا بر نمیگردی یعنی باید استقامت کنی باید وایسی اونجا تا فتح کنی رفت فرار کرد تا اون هیمنه و هیبته مرحب رو دیدن فرار کردن اومدن قام یجب اصحابه و یجب شروع کرد بگه اینا ترسن فرار کردن اونا میگفتن نه خود این ترس فرار کرد و بیشترم چی بود بیشتر خود این حرف اصحابش درسته چرا به خاطر اینکه فرمونده که فرار کرد بقیه فرار بله روز بعد عمر رو فرستاد گو وای میسی فتح میکنی بر نمیگرد اینم فرار کرد بعد بازم همون یجب بنو اصحابه و یجب بنو این اینا فرار کردن خب پیغمبر گفت فرض مثال اینا فرار کردن تو اونجا وایسا تو اینقدر بجنگ یک تنه که چکار کنی فتح کنی یا کشته بشی خب کشتم که بشی شهید میشی مثلا خوبه دیگه فرار کردن پیغمبر این کار یک کسی را میخواد که یحب الله و رسوله دوست میدارد خدا و پیغمبر را و یحبه الله و رسوله و خدا و پیغمبر هم او را دوست میدارد اصحاب خوشحال بودن من روایت خوندم که حضرت علی نیست آقا رسول الله فهمیدن که مولا علی کجاست؟ گفتن چشماش درد نمیتونه بیاد بودن که این فیزیکی شامل حال خودشون خودشون بشه گفتن چشمشون درد میکنه جوری که نمیتونن رو برن نمیتونن فهمیدن بیاری رفتن مولا رو که یه روایت هست که دست مولا رو گرفته بودن میوردن مولا نمیتونست از شدت درد چشمشون رو باز کنه پیامبر آب دهان مبارکشون رو به چشم امیرالمومنین کشیدن و دستور دادن امیرالمومنین بره فتح خیبر با اون حال فرمودن حضرت علی صلوات الله علیه کرار غیر فرم. فرار. فرمود یعنی فرار نمیکنه از جن. استقامت میکنه تا به نتیجه برسه و رف امیر المؤمنین صلوات الله علیه خیبر رو فتح کرد در جنگ احد در جنگ احد وقتی اینا عمل نکردن به دستور پیامبر و محلشون رو ترک کردن در خالد بن دور زد پشت لشکر مسلمان ها در اومد و شروع کرد به قتل عام و کشتن و اینها یه وقت بعض از نسخ داره که عمر داد زد که چون پیانبر افتادن تو گودار ندید پیانبر رو گفت آی مردم پیغمبر کشته شد به دین قبلیتون برگرد و فرار کردن کی موند اونجا کنار پیانبر؟ امیر المؤمنین کجا رفت اصحاب پیغمبر؟ کجا رفت اون همه ادعایی که داشتن؟ استقامتشون کو اما کی استقامت کرد امیر المؤمنین صلی الله کرد با پیامبر با جان خودش 90 زخم برداشت زخم های عمیق اونجا بود که استقامت امیر المؤمنین مدح شد توسط که شمشیر از بهش برای امیر المؤمنین لا فتا الا اللهم. اللهم. لا سیف الا ذل مدح شد امیر در روایت هست کسی که استقامت کند در دین امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمودن من ثبت علی موالات کسی که بر موالات ما اهل بیت ثابت قدم بمانه فی غیبت قائمنا در غیبت امام زمان صلوات الله علیه اعطاه الله عز وجل اجر الف شهید من شهدای بدر و احود یعنی با این حال با تمام سختی ها با تمام جنگ و دشمنی که علیه شیعه هست علیه موالیان اهل بیت هست با تمام سختی ها از فقر از گرفتاری از همه این مشکلات استقامت کرد و از دنیا رفت پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد داره روز قیامت میرن آقا از شهدای بدر. بدر من زمان 1400 سال بعد این اتفاق اومدن یعنی تو منتظر ظهور امام زمان بودی تو استقامت کردی دین تو نفروختی به دنیا و زیور و زرق و برق دنیا در روایت دیگر هست که فرمود فسعید امیر المؤمن صلی الله علیه آله خوشبخت سعادتمند من استقام على امرنا کسی که بر امر ما پایداری کن استقامت کن و تولانا و ولایت ما را داشته باشه و نصرنا یاری کنه اولین کلمه این جمله استقامت و انتظر قائبنا و منتظر اتنظر اتنظر اتنظر. فرج امام زمان صلوات الله علیه باشه و برع من عدو و از دشمن ما چی براعت براعت داشته باشه خب تمام این موارد چی داره استقامت نیاز بله یاری کنه اهل بیت باید استقامت میخوای تولای اهل بیت داشته باشه باید استقامت بله خواهی انتظار ظهور امام زمان رو داشته باشیم باید استقامت کنیم از دشمن اهل بیت میخواید براعت داشته باشیم نیاز به استقامت داریم نباید به خاطر اینکه چهار تا مثلا خدمت شما آرزم حرف زدن و چهار تا از همین آدمایی که عمرشون معلوم چند روز دیگه به دنیاست شروع کنن بعدشون بیاد حرف بزنن من چیکار کنم بگم خب کلا این گزینه رو از دینم حذف کنم بذارم کنار از اعتقاداتم بذارم کنار نمیشه اینجوری و روایت هست که اصلا صفت اصحاب امام زمان اون سی سد نفر که یار امام زمان هستن فهمدن رجال که ان قلوب هم زبر الحدید قلباشون مثل پاره های آهنه محکم لا ها شک هیچ گونه شکی وارد اونها قلب اونها نمیشه فی ذات الله اشد من الحجر از در ذات خدا در راه خدا در راه امام زمان از سنگ سخته. شیعه بود استقامت داشته و اصلا دید خودش عوض کنه بله. نگه هی باید سختی میبینم باید استقامت کنم سختی میبینم باید صبر کنم سختی میبینم باید تحمل کنم نه یه هرچه از دوست سر سر رسد من خلق شدم برای این من برای این زمان خدا من رو خلق کرده یعنی من توفیقی داشتم که تو این زمان غیبت باشم برای دین سینه سپر کنم برای دین سرم و بالا بگیرم برای دین استقامت کنم حتی چه جوان باشم چه پیر باشم چه مرد باشم چه زن. چه زن, باشم چه کوچک باشم چه بزرگ باشم خدا رحمتش کنه یه شاگردی داشتیم شاگرد قرآن بود بهش درس قرآن میدادم اسمش محمد رضا آزاد بود یه نوجوان بود یه نوجوان بود این میرفت مطالعه میکرد مطالعه میکرد و میرفت به اونایی که مثلا به تو مدرسه بچه های مخالفین بودن این به اونا بحث میکرد بر ولایت امیر المومن دفاع میکرد میومد صبح جمعه ما اونجا در اسفهان یه دار و قرآن انصار و داشتیم اونجا بوده چار ست تا بچه بودن قد و نیم قد گاهی پدراشون مادراشون همه اونجا تعلیم میدادیم به اینها قرآن، حدیث، روایت تخیل این بچه نوجوان 14-15 ساله یا کمتر 13-14 ساله این یک فکر اینجوری داشت تمام سخنرانی های مرحوم کافی رو این گوش داده مادرش میگفت می, گوه می گوه صبح میاد این میشینه تو این اتاق تا شب و مطالعه میکنه حدیث مینویسه نویسه روایت گوش میده بحث یاد میگیره میره با اینا بحث میکنه و از دنیا رفتن خدا که خدا. از دنیا رفتنش هم اینجور مشکوب بود یعنی خلاص حلقاویز شده بود این بچه که نه او رو کشته بودن درست خیلی بحث میکرد خیلی قوی بود یک چهره مؤمنی هم داشت و واقعا ما که اونجا بودیم و دوستانمون که اساتید قرآن بودن متعجب بودن که بچه تو این سن چقدر این کار کرد فرق نداره که تو استقامت در دین کنی دفاع از دینت کنی دفاع از عقیدت کنی سخته باید مطلب بخونی سخته باید حجابت حفظ کنی سخته باید اعتقادات بچه حفظ کنی سخته گاهی وقتا در مدارس معلمانی هستن که اعتقادات بچه ها رو زیر سوال بله،, بله، در مقابل این ها سخته استقامت کردن سخته بچه رو بر دینداری نگهداری سخته ولی فرمودن کسی که استقامت کند در راه امام زمان صلوات الله علیه این خوشبخته سعیده این ثواب عجز هزار شهید از شهدای بدر و احد رو داره حالا خدمت شما آرزم که مطالب دیگری هم هست ان بهش اشاره می کنیم در از لطف شما خیلی عالی و خوب بود مثل همیشه ان شما بینندگان عزیزم لذت کافی رو برده باشید خدا حفظتون کنه سلام ان که بدون هفته آینده هم در خدمتتون باش یک میان برنامه کوتاه ببینید و آماده بشیم جهت شنیدن اذان به افق کربلای معلا سید بزرگوار رو من بدرقه کنم و برگردم در خدمتتون خواهم خب به حول و قوه الهی برنامه امروز هم تقدیم شما عزیزان شد امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید اگر نقطه نظراتی دارید یا هر جور حرفی که دارید و دوست دارید به دست ما برسه از طریق روابط شبکه که کاملا زیرنویس میشه هر چند ثانیه یک بار میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید اگر سوالی دارید مخصوصا از کارشناسان محترم برنامه حتما بفرستید ما بپرسیم در شبکه یا به طور خصوصی مطرح خواهیم کرد و خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد حتما برنامه های گذشته رو هم ببینید و این مطالبی که گفته میشه و همش به دردمون میخوره مخصوصا بخش یاری آقای امام زمان جلال تعالی فرج شریف رو از دست ندید نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی از آن به افق کربلای معلا ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید و در صدر هوایج هوامون فقط و فقط یک دعا دعایی که گشایش کار من و شما هم در همون هست اللهم اجل ولی کرفرج درود بر همین شما خوبان 要阿